با سلام و درود فراوان به شما بینندگان عزیز، انشالله که خوب، خوش و سلامت نشستید تا برنامه این هفته 800-600 رو با من ویدا هروی و با همکار بسیار عزیز و پرکارم علیرضا امیرقاسمی نگاه کنید. سلام. حالا چرا پرکار؟ دیگه میدونید دیگه، همش در حال کار کردن این روزا. بچم بله، بچم خوب بود. بچم خوب بود. بالاخره وقتی از من این همه جوانتر میشه بچم دیگه. والا خدمت بگم، یه چیزی بگم، آره واقعا وقتی که کار زیاد میکنین یه جورایی قاطی هم میکنه آدم. من خب الان مشغول چند تا پروژه مختلف هستم، هر کدوم از این پروژه هم چندین برنامه رو در بغل داره در واقع، و خب تلویزیون که جای خودشو داره به اضافه کار دیگه انجام میدیم. من دیروز با شهرام، اول تمرین با شهرام بود، بعد رفتیم تمرین برای نمایش. بله. و خب اون خودش 4 ساعت اون ور بودم، بعد اومدم 5 ساعت این ور تمرین داشتم، و وسط یه چیزایی ضبطی داشتیم که باید انجام میدادیم، و یه پرس کانفرنس هم روز قبلش داشتیم ضبط میکردیم. خلاصه دیشب اومدم، و نه اینکه نازک نارنجی باشم اول از همه، به هر صورت من وسواسم جای خودشو داره. من اومدم یک صبح شده بود و اینا، و خودم امروز زود بخوابم چون فردا ضبط دارم، به اضافه که باید مطالب آماده کنم این مسائل. خب رفتم و دستم دستشی و دست و صورتم رو شستیم و همه حرفا. بعد یه کرم پوست واسه دست و اینا که دستت خوشی تباشه و اینا، خودم بخش نازک نارنجی نیست، خب آدم باید نظافته. آره کرمو برداشتم زدم به دست و دیدشون. آقا هرچی کرمو مالیدیم به دستمون، دستمون چسبناکتر شد. آقا هی کرمو دیدیم، همه چرا اینجوری میشه، این چرا امروز این کرم چسبناک شده. بله بله، خمیر دندون زده بودم به دستم و ناراحت از اینکه این کرم چسبناک چیه. نگاه کردم آخه شبیه همه، هر دو تاشون سفیده. بعد این سنسوداین کوچیک از این سنسوداین نبود، دیدم کرم اینجوری، اینو هر داشتم زدم. بعد دیگه کردم ای خمیر دندانه. بعد گفتم یا این آره خست، کار زیاد، مشکلات فکری دیگه، تو فکر من زیاد زدم. و بعد خلاصه دست رو دوباره از اول شستیم. و راست میگه، وقتی آدم کار زیاد داره، منم خیلی برام شده. من اتفاقا حالا جالب، همیشه وقتی از پارکینگ منزل میام بیرون، خب عادت شده دیگه، دست راست میپیچی میری کارت انجام میدی. ولی دیروز باید میرفتم سوشال سکیوریتی آفیسی که در طرف سانتا مونیکا، یعنی همیشه باید دست راست برم بیرون. عجلم داشتم اومدم بیرون، دست چپ پیچیدم رفتم سرش. من که اینوری کار ندارم، من امروز باید اینوری برم، این ماشین برای خودش این طرفه. دوباره دور زدم پیشم، گفتم همه اینا به خاطر عجله است. آدم فکر کنه عجله کنه زودتر میرسه یا کارش، نه عجله اتفاقا آدم به نظرم دیرتر میرسه کاراش انجام بده. اما خب شما که این روزها واقعا سر شلوغ، و مخصوصا به خاطر کنسرت شهرام شپره که دیگه هفته دیگه انشالله کنسرت میریم لس آنجلس و در لس آنجلس، بعد هفته بعدش تا واشنگتن دی سی هست، یعنی ویرجینیا، این بعد همینطور ادامه داره. ادامه داره. در مورد کنسرت صحبت بسیار داریم، و اول بریم سر نمایش که این روزها خیلی صحبت نمایش هست و مردم شدیداً منتظرن که بیان و هنرمندان عزیز ما رو روی صحنه ببینن، مخصوصا هنرمندایی که از مملکت خودمون اومدن. خب این بچه ها رو در سریال ها، در فیلم ها دیدن، ولی دوست دارن اونها رو از نزدیک ببینن. بله. و میخوان ببینن که شما چه کار کردید و الان چطوری میتونن بلیت ها رو بگیرن. شما میرید تو تیکت مستر، میتونید برید تو ticketmaster.com و یا بزنید اورفیوم تیتر لس آنجلس، یا بزنید سیف هاوس، یا بزنید ششم آگست و برنامه های اون روز در لس آنجلس رو بگید. درسته؟ وقتی که اینا همه مشخص شد، بعد اونجا نشون میده که میره براتون، میره به برنامه، به همون، به نمایش سیف هاوس یا همون خانه ام. حالا در رابطه با خود نمایش میتونیم صحبت کنیم. بله. نمیخواستم وقت بگذره.
تون تون گفتی که آره تون گفتیم که اگه کسی میخواد آره. سریع بره روی سایت تیکت مستر و این رو تهیه کنه. ولی ما باز هم چون خود بلیط از جمعه شروع میشه برای فروش. اوکی متوجه. یعنی 29 هم پری سیل، 30 هم بلیط برای فروش میشه. اون یه برای عموم هست. اوکی پس اونایی که میخوان جای بهتری داشته باشن میتونن روز پنجشنبه این کارو انجام بدن که من مطمئنم. مثل اینکه دوستانی که داشتی صحبت میکردی شما گفتید با مثلا دوست من میخواد بلیط جلو رو بگیره، مثلا بلیط 175 دلاری کنسرت شهرام. چی گفتم؟ تموم شده اون قسمت، دیگه بلیط وجود نداره. چه بلیطی میتونید بگیرید؟ 95 دلاری تنها بلیط نزدیکی به سالن، به صحنه. بله چون اون بلیط ها دیگه تموم شده. شد. بله جاها رو که نگاه کردیم دیدیم زیاد دیگه تیکتی نمونده. دوستان عزیز که میخوان به کنسرت شهرام جان هم بیاین بشتابن چون دیگه تیکتی نمونده. حالا اول در مورد نمایش صحبت بکنیم بفهمید. که خب این روزها وقت شما رو خیلی گرفته. نمایش همطور که علی جان گفت 6 آگست هست، ما همه شدیداً منتظریم. یک شب بیشتر نمایش در لس آنجلس پخش نمیشه، روی صحنه اجرا نمیشه، روی اینقدر پخش گفتیم عادت شد اجرا نمیشه. اگر میخواید میتونید پنج شنبه همون کاری که علیرضا جان گفت میتونید انجام بدید، زودتر تیکت ها رو بگیرید وگرنه از جمعه. اما بعضی ممکن این برنامه رو دیرتر دارن میبینن، از جمعه میتونن برن تو تیکت مستر خریداری کنن. تیکت ها رو میتونید بگیرید و برید آماده باشید برای ششم آگست. بله دیگه همه در مورد هنوز تا ده شب، چون پنج شنبه برنامه پخش میشه، هنوز تا ده شب هنوز وقت مونده براتون اگر تا حالا خریداری نکردید. خب بگو دیگه در مورد نمایش خانه. در مورد نمایش خانه هم که این همه دارید روش کار میکنید، این همه دارید زحمت میکشید، نمایشی که هر جا که میریم صحبت در مورد این نمایشه. من این قول میگم، این قول میدم بهتون که به هر صورت ماها هممون یه گروهی هستیم بسیار با وسواس زیاد و من اینو میتونم بهتون بگم که این نمایش برای خود من یکی از کارهایی که هرگز فراموش نخواهم کرد. من مطمئنم که کمتر نمیشه گفت هر هیچ کس، کمتر کسی ناراضی از این نمایش میاد بیرون. من اینو مطمئن هستم. منم مطمئنم. و نمایش نمایشی که درش گریه داره، خنده داره، تفکر داره، تأمل داره، همه اینها در این نمایش گنجانده شده. چهار پرده این نمایش در چهار پرده اجرا میشه. زحمت بسیار زیادی بچه ها دارن میکشن. خب من تهیه کننده این نمایش هستم و قصه نمایش از منه، ولی دوستانی که در این نمایش کارگردانی حمید فرخ‌نژاد رو داریم میبینیم بسیار زحمت میکشه، بسیار زحمت میکشه. ببین یه مسئله باید بگم، این مسئله سخنهای حمید فرخ‌نژاد که حرف خیلی قشنگی زد و دوست دارم این حرف رو اگر بخواییم با هم دیگه ببینیم. اما میدونی چه؟ این نمایش نمایشی که فقط برای این نیست که بخوایم بگیم آره خب بله بیزنس جای خودشو داره. بله. اما این حرف 80 میلیون مردم ایرانه، 85 میلیون جمعیت ایرانه که اون چیزی که استحقاقشون هست و لیاقتشون هست شاید بهش نمیرسن و نرسیدن. دوست دارم اگر موافق باشید این بخش رو که حمید فرخ‌نژاد صحبت کرده رو با هم دیگه نگاه بکنیم. حتما. چون این در یک نشست دور همیه با بچه ها و حرفای حمید من فکر کنم حرفای قشنگی که حالا وقتی کل نشست رو ببینید مطمئنن براتون جذاب خواهد بود. این حرفا حرفای قشنگی که من فکر کنم حرف همه ما رو میزنه. از کسی میخوام صحبت کنم که دوست سالیان سال با هم دیگه دوستی کردیم، حالا که دیگه نمیتونی چیزی جای با هم کنسرت سیاوش قمشی رفتی یواشکی پشتی پنجره تو وی آی پی روم نشسته بودیم داشتیم سیاوش رو نگاه میکردیم، با هم دیگه رفتیم فیلم آتش باز آتش کار
آتش کار رو با هم دیگه نگاه کردیم با کسایی که نمیتونیم اسمشون الان بیاریم بعدش دیگه خلاصه اونها رو زیرا نه بعد دیگه خدمت رو بگم دوستان عزیز دیگری کارهای مختلف با هم یه دوران کرونا یه چیز در حدود 500 مایل با هم دیگه قدم زدیم کیلومترش رو نمیدونم چیه ما اینجا کیلومترش نمیدونم با هم دیگه قدم زدیم با دستشو خیلی راهه خیلی راه و با هم دوستی کردیم تلفن صحبت کردیم حمید عزیزم هر دفعه به لس آنجلس اومده ما رو خجالت داده و سوغاتی آورده و این بار خوشحال هستیم که یعنی من خوشحالم نون نمیدونم که میتونیم در کنار هم بایستیم و هر کدوم یک لباسی بر تن کنیم ولی با هم دیگه در یک هدف قرار بگیریم او به عنوان کارگردان من به عنوان تهیه کننده و قصه ای رو که هر دوتامون دوست داشتیم رو روی صحنه ببریم با حضور عزیزانی که بهشون واقعا علاقمند هستیم به کارشون باور داریم و من به کارگردانی حمید که چقدر با دقت و با حس مسئولیت داره این کار رو جلو میبره حمید فرخ نژاد خب من معمولا رسمه که صحبت ها رو با تشکر به پایان میبرم من میخوام از اول با تشکر شروع بکنم تشکر کنم از همه این بچه هایی که الان اینجا هستن و دارن تلاش میکنن که یک اتفاق خوب بیفته تشکر کنم از علیرضا امیرقاسمی که بهش گفتم تو نگاه به موسیقی شاید بابت کسب درآمد باشه و نگاه بیزنسی داشته باشه ولی واقعا تمام قد ایستاد کنار این کار و از به شروع در واقع هر تمرین هست تا پایانش شاید کمتر اصلا جاهای دیگه تو این مدت کاریش اینقدر مایه گذاشته باشه برای کار در حد و توانش اتفاقاتی رو رقم زد که واقعا سخته شاید تو ایران جمع کردن یه تیم خب به مراتب راحت‌تر باشه ولی وقتی قرار شهر کدوم از بچه‌ها از یه قاره دیگه بیان در واقع لوجستیکشون رفت و آمدشون و این چیزا و بعد واقعا سرمایه گذاری برای یه هدف بزرگ هدف اولیه همه ما این که در واقع صدای یه جماعتی باشیم صدای یه مردمی باشیم که تحت ظلمن صدای اونا باشیم انعکاس دهنده مسائل اونا باشیم یه حکومت جائر ظالمی که در واقع هنرمندانش رو تحت شدیدترین فشارها قرار میده که صدای مردمشون نباشن به حربه های مختلف متوسل میشه مالی نمیدونم تهدید خانوادگی ممنوع کاری ممنوع معاملگی چیزی که الان خیلی که هنرمندان منعکس کننده صدای مردمشون نباشن سعی کردیم صدای اونا باشیم و این نمیشد مگر اینکه در واقع به همت یه نفری که همه ما رو جمع کرد دوره هم قربانت. که من واقعا اینجا جا داره مراتب تشکرم رو تقدیمش بکنم اینکه یه عده‌ای فکر میکردم ما بریم از ایران میمیریم یعنی میگفتم به ما بارها گفته بودن که شما بیرون ایران میمیریم کسی نیستیم فلان این اتفاقی که داره میفته نشون میده که نه شما کور خوندید خارج از ایران ایرانیانی هستن که خیلی دلشون برای ایران میتپه برای هنر این مملکت ارزش قائلن و میخوان کنار ماها باشن که صدای مردممون باشیم از این بابت واقعا من تشکر میکنم از علیرضا امیرقاسمی که همت کرد و اومد و در واقع این اتفاق رو رقم زد از تک تک بچه‌هایی که مهناز افشار یه مادره و میدونم چه تعلقی به بچه‌اش داره و اون سر دنیا در واقع به معنی که شنید و میدونم این که علیرضا تعارف نیست بارها توی مناسبت‌های مختلف و کارهای مشابه بود که اصلا همونجا تلفنی میگم نه به قول معروف بی خیال ماشین ولی این کار رو تو حداقل زمان ممکن که ممکن بود در واقع خوند و قبول کرد و اینجا حاضر شد حتی تولد بچه‌ش من واقعا دیدم چه اشکی میریخت و چیز بود که در واقع تلفنی داشت با بچه‌ش حرف می‌زد فرزین صابونی که واقعا از اون موقعی که حالا اشکان عزیز رو ما نتونستیم داشته باشیم به خاطر مسائل ویزا و اینا واقعا از زمانی که بهش گفتیم تا اینجا بود کار و زندگی و همه چی رو ول کرد تو کمتر از 4-5 روز اصلا خیلی عجیب بود برای خودم یعنی تو ایران همچین اتفاقی نمیفته به نظرم یه از یه کشور دیگه بلند شه بیاد خیلی سخته دیگه شما همه چی تو بذاری و بیای و
این من قدردان این هستم، برزو و احسانی که روزی تقریبا دو ساعت و نیم سه ساعت رانندگی میکنن، فقط میرن همین مقدار بر میگردن، این مسافت بزرگ رو طی میکنن که اینقدر نه با نظم و انضباط و در واقع دقیق و درست. فرشید عزیز که واقعا اونم لطف کرد، من برای خودم ارادتی که بهش دارم و تواناییاش، اینقدر سریع در کنار ما قرار گرفت. مادا حالا خب اینجاست و سایر دوستانی که تو تیم در واقع تهیه و تولید این کار هستن، اینقدر عجیب و بعد از لطف خدا ارادتیه که به مردم دارن، ارادتیه که به در واقع وظیفه‌شون دارن، ارادتیه که به در واقع ایمان به کارشون دارن. شاید خیلی از دوستان ما هستن اینجا ترین ها رو دارن، چون پرفروش‌ترین بازیگر زن ایران، نمی‌دونم بالاترین آمار چیزهای مختلف رو دارن، ولی به نظرم الان اون وجهی برای هممون مطرح بوده، اینکه صدای یه ملت باشیم، صدای در واقع درد یه ملت باشیم، انعکاس دهنده در واقع مردمی باشیم که احساس کنن فراموش نشدن، فکر نکنن در ظلمی که اونجا بهشون میشه علارغم همه سانسورها که هممون میدونیم چگونه است، فشارهایی که به هنرمندای اون کشور میاد برای اینکه انعکاس ندن، یه پست کوچولو باعث میشه که در واقع طرفو ببرن و سینجین کنن و نمیدونم بازداشتش کنن و زندان بیاندازن اینا. داریم دیگه تو هنرمندان میبینیم چقدر تحت فشار هستن. خب یه دسته هم مثلا بیزنسشون رو ترجیح میدن، دوست دارن کارشون رو بکنن و اونا هم هیچ حرجی نیست، ولی این آدمایی که اینجا هستن میتونستن خب خیلی بی‌تفاوت باشن، میتونستن بیان سراغ خیلی چیزهای دیگه که مثلا فقط تامین کننده زندگیشون باشه، ولی نه، من میخوام این قول رو بهتون بدم با همه کاستی ها، با همه در واقع چیزهایی که اینور هست، به تبع ما توی انتخاب بازیگر خیلی دوستان اینجا بودن که میتونستن کنار ما باشن، ولی خب مثلا سالهای سال از ایران دور نمیشناسن. این لطفی که در واقع خدا به ما کرد و این در واقع همتی که از تک تک بچهای گروه بود و اومدن و جمع شدن کنار هم که این کار رو ما انجام بدیم، خیلی قابل تقدیره و واقعا خدا رو شکر میکنم. میگم که اینو بازم دارم میگم به عنوان مثلا کسی که وظیفه کارگردانی این کارو، اینقدر همه خوبن، اینقدر بهترین چیزی که میتونست برامون اتفاق افتاده و برامون اتفاق افتاده که واقعا دیگه نمیتونیم، خودم شخصا نمیتونم بگم اینجاش مشکل داشت، اینجاش اگر اون میشد بهتر بود، اگر این بهترین اتفاقی که میتونسته بیفته برامون افتاده و سعی هممونه که یک کار خوب رو با در واقع با حد اکثر تواناییمون نشون دادن بچه ها. در واقع کنار هم جمع شدیم که این اتفاق رو رقم بزنیم و امیدوارم حالا شما هم بیاید ببینید این پیام رو به داخل ایران ساطع بکنیم، بهشون بگیم که خیلی از آدم‌ها اینجا نه بیزنسشون اونجاست نه کاری با اونجا دارن، ولی واقعا دلشون برای هموطنانشون میتپه. و حالا علیرضا از چند نفر پرسید که در واقع پیام کار از نظر من اینه که در واقع سیستم ستمکاری که هر اعتراض مسالمت‌آمیزی رو داره به بیرون از ایران و در واقع توطئه دشمنان نسبت میده و هر اعتراضی رو از خودش مبرا میدونه و میگه نه شما آدم‌هایی هستید که از بیرون دارین خط می‌گیرید، چه می‌دونم وابستگان سیستم‌های جاسوسی هستین و اینا، این کار می‌خواد بگه نه، این صدای یک عده مردم عادیه که هر آن چه توانستید در حقشون ظلم کردید و هر اعتراضی رو از طرف اونا نسبت دادید به بیرون و توطئه بیگانگان، نه اینجوری نبوده، یکم به خودتون بیایید، خودتون رو نگاه بکنید، شمایی که با شعار چه می‌دونم انسانیت و نمی‌دونم دین و مذهب و اینا اومدید، چه به سر انسانیت آوردید تو اون مملکت، چه به سر مردم آوردید، چه به سر دیانت مردم آوردی، چه به سر اقتصادشون آوردی، چه به سر اخلاقشون آوردی، فقط اینا رو ببینید و در واقع اینقدر اینا رو نسبت ندید به بیرون. اون جوونی که بلند میشه میاد اعتراض میکنه حقوق اولیه‌اش رو میخواد، اون زنی که میاد اعتراض میکنه حقوق اولیه‌اش رو نداره که میاد اعتراض کنه، نه آدم کسیه، نه در واقع وابسته به سیستم جاسوسی کسیه، نه اومده که در واقع فریاد بزنه آزادیشو، و شمایی که در واقع خودتون رو مبرا میدونین و نمیدونم خودتون رو فرستادگان خدا میدونین، بزرگترین خیانت رو به خدا و اخلاق و انسانیت کردید، شمایی تو خودتون بگردید ایرادتون رو، آدمها رو اینقدر در واقع وابسته و اجیر شده ندونید، اتفاقا شمایید که در واقع
بودنتون باعث تجزیه این مملکت میشه، نه این آدم ها. حضور شماست. همه رو تجزیه طلب قلمداد نکنید، نگید این. این پیام نمایش ماست در واقع، در قالب یه تعداد آدمی که یه توی قالب یه کار نمایشی میخوان اینو بگن. با بضاعتمون، با تمام توانمون ما داریم سعی میکنیم اینو رقم بزنیم و میدونم مردمی که از ما حمایت خواهند کرد اینجا و این پیام رو به اونوریا خواهند داد که در نبود خیلی در واقع هنرمندانی که الان به دلایل مختلف نمیتونن این پیام رو به خارج از ایران برسونن، ما داریم این کار رو میکنیم با بضاعت کممون، با در واقع سواد کممون، با عشق و ایمان زیادمون. عرضم بزرگتون که بچه ها داریم تلاشمون رو میکنیم که این متن نمایشی رو به سرانجام برسونیم. من عاجزانه از همه میخوام در واقع حمایت بکنید، هر آن طور که از دستتون برمیاد از ما حمایت بکنید. نمیدونم خیلی ها هستن، گرافیست طرف داره با هنرش، آهنگسازه داره با هنرش، رشته های دیگه، ما سوادمون اینه، سوادمون تو این رشته است و واقعا من شهادت میدم همه بچه ها با همه توانشون داریم سعی میکنیم بهترین اتفاق رو رقم بزنیم. از شما هم میخوام که در واقع کنار ما باشید و ما رو یاری بدید که بتونیم این راه رو ادامه بدیم. میدونم یه وله هر اتفاقی توی امریکا، مخصوصا امریکا، بیزنس قضیه است. اگر این اتفاق رخ بده، اتفاق خوبی باشه، از طرف تماشاگر حمایت بشه، ازش استقبال بشه، متولیای این کار، مردم بیرون، سرمایه گذارا ترغیب میشن که بیان در واقع این صنعت رو حمایت بکنن و ما بیشتر از اونی که در واقع الان امکاناتش هست، امکاناتی فراهم بشه که دوستان دیگه از ایران بیان و اینجا براشون شرایطی فراهم بشه که صدای اون مردم باشن، تا انشالله روزی که اون مملکت آزاد شه، چیزی که آرزوی هممونه و برگردیم سر خونه زندگی خودمون رو برای همون مردم اونجا بتونیم کارمون رو ادامه بدیم. واقعیت. بله. به هر صورت خب 6 آگست اولین اجرای ما در لس آنجلس خواهد بود. بعد از اون 12 به واشنگتن دی سی میریم. اما بذارید درباره 6 آگست اول بگم که این سالن اورفیوم تئاتر یکی از سالن‌های شناخته شده و جزو آثار لس آنجلس محسوب میشه. یعنی یکی از سالن‌هایی که ویدا جان هیچ وقت دیگه در لس آنجلس جزو آثار ملیه و اجازه تخریبش نیست، هیچ چیز نیست، به خاطر اینکه این جا نزدیک به 100 قدمت داره این سالن و این سالن درش بزرگترین هنرمندان جهان روی این صحنه نمایش بازی کردند، برنامه اجرا کردند و برای اولین بار یک گروه ایرانی دارن در این روی این سالن برنامه اجرا میکنن روی صحنه‌اش و برای ما خوشحال کننده است. 100%. اولا از لحاظ پارکی، خب چون داونتاون لس آنجلس روی خیابان برادوی نگرانی نداره چون پشتش پارکینگ خیلی خوب داره، روبروش هم همینطور و انتخاب منم روز یک شنبه بود که داونتاون تعطیله، باز دوباره راحت‌تر میتونن پارک کنن اونجا. میدونم همیشه توی این مسائل فکر بودیم و هستیم برای هموطنانمون که پول پارکینگ زیاد نپردازن، براشون راحت باشه پارک کردن، همه این مسائل. خب اون جای چه ساعتی شروع میشه علیرضا؟ تو صحبتمون اگر اشتباه نکنم 8 اگر اشتباه نمیکنم، حالا 8 شروع میشه، درسته 8 نمایش شروع میشه. یادمونم باشه که به هر صورت اینجا با یه قوانین یونیون و اتحادیه در ارتباط هستیم، چون سالن‌هایی که در این استاندارد هستن یک قوانین یونیون یا اون اتحادیه رو دارن و به خاطر همین هم باید سر ساعتی که میگیم شروع کنیم، سر ساعتی که قراره تموم بشه و امیدوارم که از این نمایش همونطور که گفتم لذت ببرید. حضور حمید فرخ نژاد، حضور مهناز افشار، حضور برزو ارجمند، حضور احسان کرمی، حضور فرشید منافی که هر کدوم از اینها رو از یک گوشی از جهان دوره هم جمع کردیم، حضور مادا دیویس و حضور فرزین صابونی عزیز که از مونتریال
به جمع ما پیوست بسیار برامون دلچسبه و همه اینها برگزیدگان سینما، تئاتر، موسیقی خب میشه گفت تئاتر، سینما، تئاتر، رادیو، تلویزیون هستن و بهترین ها در کنار هم قرار گرفتن. جای ناراحتی هست برای تمام ما، همه گروه، که اشکان خطیبی عزیز به خاطر مسائل ویزا و به خاطر پاسپورت که متاسفانه این روزها پاسپورت کشورمان اون قدرت رو دیگه نداره، نتونست به ما بپیونده و هم خودمون ناراحت هستیم از این موضوع، هم خودش مطمئنا ناراحت از این موضوع که نتونست با ما بیاد، چون زحمت زیادی برای این قصه کشید. اونم با هم دیگه خیلی تشکیه مسایی میکردیم در رابطه با نقشش، درباره کار این نمایش، ولی خب امیدوار هستیم که در بخشی از این ماها یا به زودی اون رو در کنار خودمون داشته باشیم. بله، انشاءالله که درست شه. به امید خدا. فرزین صابونی یکی از پرکارترین و مطرح‌ترین چهرهای تئاتر ایران با یک کارنامه 60 و چند تئاتری که بازی کرده در تئاترهای مختلف به ما پیوسته از مونتریال، برام خوشحال کننده است. چه بازیگر توانایی و باور نکردنی داریم در کنار خودمون و هر کدومشون باور نمی‌کنی چقدر خوش می‌درخشن. معلومه 100 درصد. و چند روز پیش ازم سوال می‌کردن، گفتن خب تو با خیلی کار کردی، با خیلی از دوستان کار کردی، با کسایی کار کردی که خیلیشون اسطوره‌های تئاتر و تلویزیون ایران بودند، با ایشون هم من کار کردم، با بچه‌های خیلی بچه‌های تئاتر 90 درصدشون فکر کنم کار کرده باشم. فرقشون چیه؟ گفتم هیچ وقت آنسامبل، جمع اینجوری رو در کنار هم دیگه ما نداشتیم و هرگز اینقدر گروه حرفه‌ای در کنار هم نبود. ممکنه یه دونه بودن، دوتا بودن اینجوری، ولی وقتی همه گروه رو نگاه میکنی و بازی تک تک اینا رو نگاه میکنی، بعد متوجه میشی که چه موقعیت خوبی برای ایرانیان خارج از کشور به وجود اومده که حالا میتونیم این بازیگرا رو در خارج از کشور برای خودمون داشته باشیم. واقعا خیلی خوبه. من یه سوال ازت داشتم، چه عجب یه دونه فقط نمایش در اینجا داریم؟ ببین، ما داریم این تصمیمی هستش که داریم میگیریم که چه کار بکنیم برای لس آنجلس. همیشه استقبال میتونه نظر رو عوض بکنه، این مشخصه. اوکی. و ببینیم استقبال، من یه خبر دارم نمیتونم الان بگم، برای یکی از شهرهای دیگه و کنسرت شهرام شپره. ببین، استقبال انقدر بی نظیر بوده که ما امکان داره شب دوم اضافه کنیم در یک شهر دیگه از جهان. اوکی. متوجه، چون استقبالش بی نظیره. برای همین هم خب شما فکر کن مثلا 4 ماه وقت داری، کنسرت سولدات داره میشه، خب بگی چیکار کنیم دیگه. میگن هنوز استقبال هست، میخوان برنامه گذار صحبت میکنه، میگه خیلی خب یه شب دیگه اضافه میکنیم تا زمانی که هستیم، ولی وقتی میایم دیگه از اون شهر بیرون دیگه نمیتونیم برگردیم به اونجا دیگه. برای همین این مسئله هست و طبق قرارهایی هم که داریم همینطور شهر به شهر رو قراردادشو می‌بندیم. یعنی امکان داره که خب برنامه که اجرا شد وقت خوب بود برین دوباره؟ اول باید ببینیم اینا که میان چقدر راضی میان بیرون. این خیلی خب 100 درصد که راضی همه هستن، انشالله وقتی همه راضی هستن. میدونید بعضی از کارا رو آدم وقتی خیلی دوست داره، وقتی میبینه دلش میخواد دوباره یا سه باره اون کار رو داشتیم ببینه. مثلا بله داشتیم. بله. من خودم تئاتری بوده که باعث شده که دوبار سه بار برم منم بوده ببینم و هر دفعه که رفتم لذت بردم. من بوی خوش عشق رو 3 بار نمایششو دیدم، 2 بارم فیلم برداریش بالات کارگردانی کرده. برای همین بله دوست داشتم اون نمایشو خیلی. بله. شده منم شده. نمایشی بودش که من درش سهیم نبودم. خب نمایشی که خودش در سهیم بودم 40 و خورده بار دیدمش. چون هر دفعه میرفتیم تو سالن بودیم دیگه. ولی مثلا نمایشی که درش سهیم نبودم من 5 بار دیدم. سه بارشو دلخواه دیدم، 2 بارش خب کارگردانی کردم برای فیلم برداریش. یعنی چند تا اصولا کار نمایش انجام دادی؟ 3 تا. 3 تا انجام. 3 تا. این 4 رو میگه. این 4 رو نمایشی که داری انجام میدی. این بهترینشه. ولی
از نظر خودت هم خب یادت باشه آدم هر کاری که میکنه به نظر من چه از لحاظ بالاخره سن آدم هم میره بالا همه چی هم تجربه است. تو وقتی اولی رو شروع میکنی، دومی تجربه گرفتی از اولی، سومی تجربه گرفتی از اون دوتا و چهارمی از اون سه تا تجربه گرفتی، بجز اینکه شما اینقدر کارهای مختلف کردی که همه این تجربه ها رو جمع کردی و کسایی هم که الان هستن خودت میگی دیگه there are the best بهترین ها هستن و جمع شدن و این نمایش از نظر خودم وقتی کسی که کاری رو انجام میده بله ببین ما از 6 بعد از ظهر تمرین میکنیم هر روز تا 1 صبح تو فقط نگاه کن ببین چقدر اینا سخت کوشه. من اینو نایده بودم تا حالا هر روز 60 روز از ساعت 6 بعد از ظهر تا 1 بامداد. شما یه لغت فارسی مال ایرانو گفتین و معلومی که بچه‌ها سخت کوش ما ببینم با باشو صحبت میکنم اینا خودشون آچمازن خودشون ترجیح هم میگن تو چطور 45 سال آمریکا بودی؟ نه ولی سخت کوش هیچ وقت نگفته بود. شما معلومی که از بچه‌ها داری لغت‌ها یاد نمیده. نه خودم با خود یه متعالادم بیشتر میشه دیگه. ولی بشن تو من خود با ایران همیشه شوخی میکنم میگم بعد اینا میگن که مثلا تعجب بود چند روز پیش اتفاقا همه صحبت بود که علیرضا چقدر فارسی صحبت میکنه و چقدر راحت فارسی حرف میزنه و من تمام سعیم این است که لغت های انگلیسی رو زبان فارسی نندازم ولی بالاخره یه جاهایی انجام سعی میکنم که نه سعی میکنم بلی. نشه ولی این یکی لغت خیلی جدید خوشم اومد اما خب حالا که داریم حالا گفتی داشتی بودی همه کارات اینم بسات بگم برای شرم شپره میگفتی بچه هم گفتن بهشون گفته بودم برای این چند تا اتفاقی که در روی صحنه میفته قبلش باید یه صلیب بکشید چون کارای راحتی نیست اتفاقات راحتی روی صحنه نمیفته برای همین هم البته تمامش با ایمنیه همش درسته ولی خب اتفاقاتی که در کنسرت شهرام میفتم تا در کنسرت های ایرانی رخ نداده نبوده نه. خب کنسرت شهرام بالاخره یه کنسرتیه که بعد از مدت‌ها داری یه کار خیلی بزرگی رو انجام میدی همه با هم با هنرمندای عزیز و خب همونطور که دیدید جای چندتایی بیشتر نمونده دوستان اگر میخوان که پشت درها نمونن بهتره که بشتابن من خودم دوستان خودم زنگ زدن و گفتن که میخوان جا بگیرن من با علیرضا داشتم نگاه میکردم گفتم علی اینجا گفت اینجاها تموم شده گفتم اینجا گفت تموم شده گفتم ای داد بگو بابا چند روزی بیشتر به کنسرت نداری بله ببینید ولی به خدا قسم تبلیغاتی نیست این سالن کسایی که رفتن تو این سالن بهتون بگم این سالن صندلی بد نداره نداره نوعی که این سالن رو دیزاین کردن یاد باشه این جدیدترین سالنیه که میشه گفت تو دنیا جزو مثلا اگه 5 تا سالن تازگی ساخته شده این یکیشه و تکنولوژی که تو این سالن مصرف شده و خرجی که تو این سالن شده نزدیک به 1 میلیارد دلاره برای همین اصلا شما نمیتونید این سالن رو با سالن دیگه مقایسه کنید برای همین هیچ نگرانی کجای بشینم آخ نمیتونم بل. چیز نیست اینطور نیست اصلا نداره و نوعی هم که ما برنامه و سالن رو برنامه ریزی کردیم و طراحی کردیم هیچ مشکلی نخواهید داشت یعنی همه جای چیز... سالن خوبه آره ولی خب اونقدر جایی هم نمونده در هر صورت خدا رو شکر مرسی من... از مردم آره مرسی از این همه ستاره که دارن به اون شب میان این همه حمایت ما از خیلی اصلا خودشون اینا دوستان و هنرمند من یکی پس از دیگری برای شهرام این کار رو انجام دادن اومدن پیام فرستادن از دل خودشون حرف زدن من اصلا خبر نداشتم مثلا معین عزیز رو دیدم فرستاد که دارم میخوام بیام و بعدم پیامش رو فرستاد برای خود من خیلی خوشحال کننده است تک تک این دوستان به هر صورت این احترامیه که دارم میذارم مازیار فلاحی رو دیدم اینقدر برام خود من وقتی مازیار این حرفا رو میزد اینقدر برام احساسی بود و چقدر انسان نازنینی هست این آدم وقتی باش حرف میزدم حالا سر برنامه‌ای که دارن میان به آمریکا و در تور آمریکایی که با هم دیگه داریم کار خواهیم کرد اینقدر انسان نازنینیه و بیژن مرتضوی آدم راحتی نه راحت انتخاب نمیکنه کسی رو اینطوری بگم کسی راحت انتخاب نمیکنه که باهاش به روی صحنه یا باهاش برنامه اجرا کنه یا براش نوازندگی بکنه یا اون برای
اون براش نوازنده میکنه. وقتی بیژن این کاری کرده بعد مطمئن بودم که مازیار یک استثناهای خاص خودشون داره و همینطور هم هست. چقدر قشنگ صحبت کرد، چقدر قشنگ صحبت کرد. آفرین آفرین. و بقیه دوستان، همه این دوستان، این مسئله باعث شد که آدم متوجه بشه که هنرمندا اونجوری هم که بقیه فکر میکنن از هم دور نیستن. نه اصلا از هم دور نیستن، هوای همدیگر رو دارن. ممکنه یکی دو نفرشون نه، ولی بیشترشون هوای همدیگر رو دارن و این خودش باعث خوشحالی آدم. بسیار 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 واقعا خوشحال کننده. مرسی. انشالله شب پرستاره خواهد بود و شب فراموش نشدنی. من مطمئن خوشحالم که تو دوتا پروژهی دارم کار میکنم که هر دوتا پروژه هم مردم رو خوشحال خواهد کرد، هم راضی خواهد کرد و هم این که باعث خوشحالی منه که میتونم با این آدم های حرفه‌ای یکی پس از دیگری همکاری داشته باشم. 100%. 8 جولای لس آنجلس کنسرت شهرام شب‌پره و بعد همه به واشنگتن میریم برای 15 جولای. درسته؟ بله. باریکلا ویدا. 22 جولای میریم به سن حوزه. باریکلا. بعدم از اون به بعدش دیگه منتظر اون دو تا هم بیلیت های زیادی نمونده. نه برای واشنگتن بیلیت های بسیار محدود شده، همینطور هم برای سن حوزه بیلیت ها خیلی محدود شده. و اما بعدش میریم به کانادا. نه خیلی قبلش جا داری. آره آره قبلش خیلی تا اکتبر. خب من دوستام همه کانادان، من منتظر بودم که برم کانادا انشالله. با اونام برم دیگه انشالله. برم طرف کانادا دیگه چیکار کنم؟ پس در صورت کانادایی هم منتظر باشن دیگه. ما بالاخره همین جور داریم یواش یواش از این ور به اون. اگه کانادا تورنتو بیرید نگرفتید زودتر بیتتون رو بگیرید، و اگر مونتریال بیرید نگرفتید شما بیتتون رو تهیه کنید برای که عزیزانی که در مونتریال بله. هستن و در عزیزانی که در تورنتو هستن بیلیتاتون رو زودتر تهیه کنید. قول بهتون میدم 2-3 روز دیگه بلیت نیست. این قول بهتون میدم اینو. و خب ببین یه چیزی هم که من دوست دارم عنوان بکنم اینه که برای بیلیت کنسرت شهرام شب‌پره عزیزانی که در اورنج کانتی هستن میتونن برن به میشن رنچ مارکت و از اونجا بیلیتشون رو خریداری کنن. این عزیزان ایرانی که میخوان نرن سراغ تیکت مستر، میتونید برید در وستوود به گالری عشق و از اون عزیزان از گالری عشق خریداری کنید. گالری عشق هیچ حق و زحمه‌ای نمیگیره بابت فروش بلیطی. خیلی جالبه بل. برای من. آفرین به آقای بهمن و همکارانش. گلندلم که آنی مارکت هست، آنی گروسری هست، اونا هم همینطورن. اونا هم هیچ نوع حق زحمه ای نمیگیرن. برای همین اگر میخواید برید میتونید برید به آنی گروسری در گلندل خریداری کنید و در ولی کیو مارکت. بله اونجا هم میتونید برید. این چند تا جار هم انتخاب شده که کمپانی لایف نیشن با فشار زیاد گفتیم آقا برای کسی ایرانی هم باید باشه، نمیتونه نباشه. اینا قبول کردن ولی تعداد بلیطاشون محدوده و میتونید برید از این عزیزان هم بلیطای خودتون رو تهیه کنید برای کنسرت شهرام شب‌پره. برای نمایش هم روی ticketmaster.com برید و این هم تور شهرام هم نمایش رو براتون گزارش‌های مختلفی هم خواهیم داشت که ازش دیدن کنید. بریم برگردیم با شما. عضو یوتیوب تپش شوید تا از تازه ترین ویدیوها، برنامه ها، مصاحبه ها و میوزیک ویدیوها با خبر شوید و به صورت HD تماشاگر آنها باشید. تپش. بله برگشتیم. خسته شدی؟ من کار کردم تو خسته شدی؟ خب من کار میکنم دیگه. من وقتی گوش میکنم مردم همش راجع به کنسرت و نمایش صحبت میکنن، من گوش میکنم گزارش میدم بهشون که چطوری برن تیکتاشون رو بگیرن، کی بگیرن. ما ایرونیا یه حسن خیلی خوب داریم، نمیتونم بگم بعد نمیخوام منفی صحبت کنم، همچین وای میسیم اون دم آخری میخوایم تصمیم بگیریم بریم کنسرت. خب چی شد؟ تیکت نیست. ای بابا. خب بابا اون روز اول بگیرم. من خودم هم گاهی وقتا اینجوری هستم. خیلی بده. و من نسبت به این مسئله 2 بار خیلی لطمه خوردم. بله. 2 بار بدجور لطمه خوردم. یکی از محبوب ترین خواننده آمریکایی نیل دایموند. بله. میدونی شما اینو. و من متاسفانه آخرین اجرایی که داشت در لس آنجلس رو چند سال پیش
نتونستم برم و فکر کردم خب حالا سال بعد میرم، چون رفتم بگیرم میدم تموم شده بیتاش، بودم سال بعد میرم. سال بعد متاسفانه پارکینسون گرفت و گفتن نمیخونه دیگه. گفتم چی؟ گفتن دیگه نمیخونه. گفتم یعنی چی؟ میشم چیزی اینا؟ گفتن نه. من همیشه دوست داشتم باربرا استرایسن از نزدیک ببینم. بله. که دیدم، خیلی هم دوست دارم، ولی حالا دوست دارم برم لیدی گاگا رو از نزدیک ببینم. خیلی مال لایو نیشنه، میدونی که اونم. خب حالا هر موقع که برنامه چقدر خوشحال کننده است که هنرمندان بزرگ ما، هنرمندان خوب ما الان دو تا برنامه مختلف رو لایو نیشن خودش داره برگزاری میکنه. حالا زحمت ما بوده، رضا عزیز، رضا الوان خیلی زحمت کشیده نسبت به این کار، ولی حسابشو بکن که الان هم کنسرت شهرام شپره و هم نمایش برای اولین باره تو تاریخ خارج از کشور که کمپانی مثل لایو نیشن که چه خواننده داره، مدانا هم تور مدانا مال لایو نیشنه، داره میاد و داره یک نمایش ایرانی رو معرفی میکنه. باریکلا، آفرین. و پشتیبانی میکنه. انشالله ایرونی ها در هر جا که هستن موفق باشن، در هر جا، در هر کار، کارهای خوب البته. بله همینطور. در کارهای خوب. کار خوب دیگه. الان اقتصاد وضعش بسیار خرابه دیگه. داشتن صحبت میکردن میگفتن که انقدر قیمت خونه ها بالا رفته. بله. که مردم دیگه نمیتونن خونه بخرن. بله. چون وام انقدر بالا رفته و به همین وام بالا رفته. وام بالا رفته، قیمت خونه ها فکر میکردن میاد پایین، نیومده. بله. با اجازتون. برای همین اجاره خونه ها هم داره میره بالا. و نمیدونن که چیکار باید بکنن. به نظر من تصمیم بگیرن بشینن حرف بزنن، بگن آقا مردم گناه دارن، قیمت ها رو بیارین پایین دیگه. با حرف نمیشه؟ با حرف اگر هر چیزی بخواد بره بالا و بیاد پایین، خانم به این راحتی ها نیست. نه نه، بیشتر این مسئله اینه که باید با اقتصاد، با دنیا ببینیم چطور میشه. و متاسفانه آقای بایدن نسبت به این مسئله ضعیف عمل کرده. من دوره بعدی نمیدونم حزب دموکرات چقدر نسبت به این مسئله و اومدن و معرفی شخص بعدی برای حزب دموکرات به خصوص خود آقای بایدن چقدر موفقیت خواهد داشت. ایشون پریروز خیلی داشتن جنگ میکردن به خاطر اینکه برای دانشجوها تخفیف بگیرن برای وام هایی که گرفتن برای درس خوندن، 20,000 دلار برای هر کسی، و خب نمیخواستن قبول کنن. حالا بالاخره نمیدونم قبول شد یا نه، ولی ایشون خیلی برای کمک به دانشجوها خیلی دارن. خب ایشون تو این فکر هستش که بتونه نسل جوان رو، که بیشتر نسل جوان هم مطمئن باشید که دموکرات هستن و دانشجوها اکثریتشون دموکرات هستن، خیلی امیدوارن که بتونن اونها رو حداقل تو تیکت خودشون داشته باشن. اما آدم های تحصیل کرده، خب ما خیلی بیشتر احتیاج داریم تا آدم هایی که از تحصیلات یه ذره بدودن. اون ربطی بسیاری نداره. چرا؟ بخواد که شما نگاه برای کمک کردن دارم میگم. بله، برای کمکشون، برای دانشجو خیلی خوبه که کمک بشن، ولی چیزی که الان وجود داره اینه که متاسفانه اوضاعی کشور، اوضاع آمریکا در موقعیتیه که نیاز به یک تغییر اساسی داره. 100%. و این تغییر اساسی رو باید ببینیم که نفر بعدی که میخواد بیاد به عنوان پرزیدنت آمریکا، که روزگار سختی هم خواهد داشت، چه کسیه. متوجه؟ این خیلی مهمه. واقعیتش من هنوز اصلا نداریم. هنوز اون شخصی که فکر بکنم بتونیم بیاد و اون کاندیدای مورد علاقه باشه رو پیدا نمی کنم. نه. نیست. هنوز ندیدم. هنوز نیست اصلا. نیست. بله. هنوز ندارن. خودشون ببین ندارن. یه شخصی یک شخصی باشه که اگر یه شخصی باشه با تفکر این که به فکر آمریکا باشه، حرفای آقای ترامپ میزد، ولی بدون حاشیه‌های ترامپ باشه، اون شخص برای آمریکا ساخته شده و میتونه نفر بعدی باشه. اما متاسفانه به خاطر این لودگی ها یا به خاطر طرز تفکر آقای ترامپ، من فکر کنم خیلی از کسانی که یک زمانی حتی باور به این داشتن که ترامپ شانس بعدی رو داره، من فکر کنم شانسش خیلی کمتر شده. نمیدونم والا، ان شاء الله هر چی باشه خیره. یکی از
دوستان میگفتش که من دیگه دوست ندارم تلویزیون نگاه کنم، نه تلویزیون ما رو نه ها، اخبار رو نمیخوام نگاه کنم، برای اینکه همش خبرهای بد میده. گفتم خب شما چه برنامه نگاه میکنید؟ گفت هیست شیست. گفت همه خبر خوب. من اولا مرسی، واقعا تشکر، به خاطر اینکه از همه شما عزیزان تشکر بگم. چند روز پیش میهمانی بودم برای شهبال شپره عزیز که یک جشنی بود، بله، میهمانی بود که نه بزرگ داشت بود به قول خودش، نه چیزی. آقای دکتر، آقای فر و همسرشون برنامه گرفته بودن، من خود آقای دکتر رو ندیده بودم و همسرشون هم سالها سال پیش با هم دیگه در یک برنامه گفتگو داشتیم با هم دیگه و دیگه سالها بود که ایشون رو هم ندیده بودم و به هر صورت در این جشن شرکت کردم برای شهبال و خب شب خوبی بود، شب قشنگی بود و هموطنان عزیزی بودن که می اومدن از برنامه صحبت میکردن و اینکه برنامه ما رو دنبال میکنن و علاقه مند هستن خوشحال کننده است. اولا مرسی، مرسی که وقتی میریم یه جایی انقدر به ما محبت میکنید، ممنونم ازتون. بعضی وقت سراغ خاله ویدا رو میگیرید که میگید ویدا جون کجا، چی کار میکنه، خوب هستن؟ ایشون مشغول دوست بازی خودش رو بیره، خبری نیست ازش. یه روز من اینو میبینمش، آره با خدا یه روز میبینمش، بعد یه هفته دیگه خبری نیست ازش، باز دوباره میبینمش. روز پنج شنبه میشه دوباره میاد، سلام علیکم. سلام. بله. اردم که شنیدم میخواد یه چند روز بره سوئد پیش پسرش. خیلی خوشحالیم هر دو. سبلانه اصلا در پوست خود نمیکنچم. خب هر صورت بالاخره یه چند روزی هم باید به پسرمون برسیم. بله خیلی عالی. خودش نمیاد اینجا دیگه؟ نه نمی، امسال قرار شد من حالا من نمیدونم، ما میریم بعد پسرم دیدی دست بچه‌ها رو گرفت بیاد، خب یهو دیدی خودش هم پا میشه میاد دیگه. پسر خوبیه، پسر خوبیه، دست شما درد نکنه. از خبرهای خوب که صحبت میکنیم، بد نیست که همیشه آدم اون چیزی رو گوش بده که علیرضا جون دلش شاد بشه، چیزی رو گوش بده که روحش شاد بشه، بتونه چیزی یاد بگیره. من فکر میکنم که الان تنها چیزی که به آدم امید میده، تنها چیزی که باعث میشه روح آدم خوب باشه، نقش بزرگی در زندگی ما بازی میکنه، فقط رادیو گلچین. رادیو گلچین ما هر هفته دربارش صحبت میکنیم و این بار تبلیغاتیش نیست که ازش صحبت میشه، این بار این هست که وابستگی نداره، بار این هست که خودشون یک تیم حرفه‌ای در کنار هم با حمایت مردم دارن قدم بر میدارن. این خیلی مهمه. من فکر کنم این تنها دلیل موفقیت هر شبکه‌ای میتونه باشه، زمانی که به گروه و دسته‌ای وابسته نباشید. رادیو گلچین که دیگه نمیشه گفت رادیو گلچین لس آنجلس، خانم یاسمن گلچین اشتباه کرد روز اول. آره، فکر کرد که این رادیو گلچین لس آنجلسه. نه، میشه گفت رادیو گلچینی که از لس آنجلس برای سراسر جهان پخش میشه. Exactly. چون وقتی که شما زحمت میکشید و کار میکنید، رفته رفته انقدر طرفدار پیدا میکنید در گوش و کنار جهان که نمیتونید فقط در یک شهر بمونید و راکت بمونید. رادیو گلچین هم همینه، در حرکته، چه روی آی او اس و کسانی که تلفن های آیفون دارن، تبلت های اپل دارن، همه اونها و میتونید راحت رادیو گلچین گوش کنید. حتی اگر ساعت اپل واچ دارید میتونید رادیو گلچین رو گوش کنید. این خیلی خوبه، یعنی یه اپلیکیشن خیلی راحت که اون رو نصبش میکنید و هر جا که هستید میتونید ازش بهره ببرید. و حالا بریم سراغ اندروید. کسایی که اندروید با اندروید کار میکنن، با گوگل پلی کار میکنن، باز دوباره همین حالت داره. سامسونگی ها میتونید راحت رادیو گلچین رو دانلود کنید و ازش استفاده ببرید، بهره ببرید از این برنامه هایی که برای روح و روان شما ساخته شده، برنامه هایی که مثبت گرایی میکنه، برنامه هایی که به شما خبرهای خوب رو میده و خبرهایی رو میده که خب نیازمندش هستید، اطلاعات عمومیتون رو بالا میبره.
این خبرهایی که اطلاعات عمومی رو بالا میبره اینا خبرهای خوب محسوب میشه، نه خبرهای بد. به اندازه کافی باور کنید من خودم وقتی که مثلا اینستاگرام رو نگاه میکنم، استوری رو نگاه میکنم، یه زمانی میرسه که بعد از یه کار روز طولانی که داشتی میخوای چهار تا به نگاه تصویر نگاه کنی که بخندی، لذت ببری ازش. من یه تصویر دارم بهتون بعد از این نشون میدم که حالا یه لذتی ببری، بگی خب یه لحظه خندیدم یا یه لحظه به یک آرامشی رسیدم. و من فکر کنم رادیو گلچین این نقش رو داره تو زندگی همه ماها. امروز این جای خالی وجود داره، جای خالی که نیاز داریم لحظه ای یک آرامش خیال داشته باشیم با تمام مسائلی که دور و بر ما میچرخه و در این در حواشی ما هر روز و هر روز و هر روز در حرکته. یک مقداری آرامش خیال داشته باشید با یاسمن گلچین، با همکارانش، با برنامه‌هایی که به شما لایف کوچینگ رو درس میده و یاد میده. من فکر کنم موقعیت خوبیه رادیو گلچین رو از چه برای نسل امروز ما، چه برای نسل دیروز ما و چه برای هر سن و سالی برنامه‌هایی رو تهیه کردن و دیدن که میتونه برای شما کمک بده، اون التیام خاطر رو بهتون ببخشه. گوش کنید رادیو گلچین رو لس آنجلسی ها رو. هر روز روز خودت رو بساز با رادیو گلچین لس آنجلس. این رادیو با برنامه‌های پر انرژی و مثبت و آموزشیش برای همه خانواده مفیده. برنامه‌های متنوع این رادیو رو تیمی حرفه‌ای اما جوان از جمله نویسندگان، محققان، مجریان، تهیه کنندگان و گویندگان مجرب تهیه می کنن. من به شخصه با یک ریزبینی خاصی سعی می کنم همه برنامه‌هایی که در این رادیو تهیه میشه لایق جامعه ایرانی باشه. همینطور فرهنگ سازی لازم رو برای ارتقاء سطح کیفیت زندگی تک تک افراد داشته باشه. همینطور که میدونید بیشتر برنامه‌های این رادیو در کنار اینکه سرگرم کننده هستند بسیار آموزشی‌اند. آموزه‌های ذهنی و احساسی و شخصیتی خیلی در برنامه‌های رادیوی ما موجود هست. چون من معتقدم که برای داشتن یک جامعه سلامت‌تر ما نیاز داریم تک تک افراد اون جامعه رو آگاه نگه داریم. انسان‌ها باید آگاه باشن تا بتونن مشکلاتشون رو خودشون حل بکنن و بتونیم یک جامعه زیباتری داشته باشیم. در رادیو گلچین همه نوع موضوع برنامه ما داریم. برنامه‌های علمی داریم، برنامه‌های طنز داریم، سرگرمی داریم، توک شو داریم، سلامتی و پزشکی و ماورا و طبیعه و هر جور برنامه‌ای که تو مهربان بهش علاقه داشته باشی در این رادیو هست که بتونی با جون و دلت گوش بدی و لذت ببری. ضمناً رادیو گلچین منحصراً برای لس آنجلس، کالیفرنیا یا امریکا نیست. شما نازنین میتونید از هر جای این دنیای زیبا که هستید اپلیکیشن مستقل رادیو رو نصب کنید در تلفنتون و از برنامه‌های رادیو لذت ببرید. چطور اپلیکیشن رو نصب کنید؟ اگر که تلفن اندروید دارید میتونید در گوگل پلی سرچ کنید رادیو گلچین ال ای و اون رو نصب بکنید. اگر که تلفن اپل دارید در اپ استورتون میتونید سرچ بکنید برای رادیو گلچین ال ای. راهتون باز و افکارتون طلایی باشه. رادیو گلچین لس آنجلس، سرگرمی، طنز، آموزشی، انرژی مثبت، موزیک های شاد با رادیو گلچین لس آنجلس. هر روز از صبح روز خودت رو بساز. تنها رادیویی که بهت فقط نشاط و آرامش میده و حال دلتو خوب میکنه. رادیو گلچین لس آنجلس با مدیریت یاسمن گلچین. از هر جای دنیا میتونید به این رادیو گوش کنید و لذت ببرید. ریلکسیشن های روزانه رو هم از دست نده.
می توانید اپلیکیشن رادیو گلچین رو از طریق اپ استور یا گوگل استور نصب کنید. رادیو گلچین لس آنجلس. گفتی یه عکسی میخوای به ما نشون بدی؟ یه ویدیوه. یه آقای یه رفته جیم و بعد آدمای مختلف رو داره نشون میداد. همینطوری بود، یه چیز خیلی خیلی ساده، یه سطحی، ولی یه خورده آدم لبخند میزنه باش دیگه. اگه موافق هستید با هم یه نگاه کنیم. آره. چیزی بهتر از لبخند. حالا بذار یه خبر بدیم که اونایی که چیز هست، این چیزو تایتانیک رو که رفت توی آب و بعد گفتن انفجار منفجر شد. بله، البته خب گفتن که این وقتی که رفت پایین بعد از 2 ساعت اصلا بله. خودشون متوجه شدن که این از بین رفته. بله. این خبری بود که میگفتن که از یک کرک شروع شده بود. بله، از یک کرک شروع شده بود و اینقدر این ریز بوده که عدد رو ببین، فشار آب این مسئله رو به وجود میاره. نتونستن بعد 2 ساعت که این متوجه شدن اینو هر طوری بتونن. نفهمیدن. نه متوجه نشدن. ببین نیروی دریای آمریکا میگه ما یک صدایی رو زیر آب شنیدیم که فکر میکنیم صدای انفجار همون تایتان بوده. ولی مطمئن نیستیم بازم اینا انفجار از نه. خب اینا اگه شنیدن ببین... چرا همون لحظه آدم نفرستن؟ نه نمی‌دونن چیه. وقتی که بعد از یک مثلا ساعت‌ها که میگذره و میبینن خبری از این نیست، اینا حساب کردن که یه جوری این دست این اون زیر آب گیر کرده و بریم برای در تجسس. مگه با اینا در تماس نبودن حرفی؟ نتونستن دیگه، ارتباط قطع شده بود. خب وقتی که ارتباط قطع میشه مثل اون هواپیماست که میگفتن این هواپیما یه سری الان یه سریال هم درست کرده بودن، حتما دیدی دیگه، منیفست. بله. که هواپیما میره بعد از چند سال میگن آقا شما چند سال از غیب بودید. و یه داستان هم تعریف میکردن که سالها پیش میکنن برای یه هواپیمای رفت و بعد از سالها اومد و بعد وقتی خلبان فهمید گفت آقا وایسی نیان جلو نیان جلو و برای سوار هواپیما شد و رفت. شما وقتی حساب بکنی تنها چیزی که به ذهن اینا نمیاد اینه که این وسل یا این زیر دریایی به این صورت از بین رفته. خب ولی من اگه بودم اگه میدیدم هیچ جوابی نمیاد حداقل یکی چند نفر میفرستم اون زیر ببینم چه خبره. فرستادن دیگه. آخه بعد از خیلی زمان. خب نه اینا بعد از خیلی زمان نبوده، اطلاع دادن که همچین چیزی شده. کوست گارد شروع میکنه چیکار میکنه؟ گارد ساحلی میاد چیکار میکنه؟ میاد با کشتی هاشون شروع میکنن با رادار گشتن دنبال این، پیدا نمیکننش. میگن نکنه رفته مثلا یه قسمتی از تایتانیک اونجا گم شده یا زیر اونجاست. تایتانیک کجاست؟ تایتانیک در واقع وقتی نگاه بکنیم بهش در حدود مثلا 3800 متر زیر آبه. 3800 متر تایتانیک زیر آبه، یعنی 3810 متر از سطح آب پایین تره. این کجا گم میشه؟ 3657 متری این اتفاق براش، این که صحبت میشه از اون وقت به بعد دیگه از رادار دور میشه. متوجهی؟ هنوز مونده بوده که برسه به تایتانیک و این اتفاق براش میفته. حالا صحبت سر این مسئله است که مغز انسان درد رو در 30 میلی سکند احساس میکنه. 30 میلی سکند، نه نگران نباش. این سرعت عملش در 100 میلی سکند صورت گرفته. 100 میلی سکند، یعنی مغز هم نتونسته بفهمه چی شده، اینقدر سرعت زیاد بوده. یعنی قبل از اینکه شما حتی درد حس کنی چیزی حس بکنی این اتفاق افتاده. و اینقدر این طوری این فشار آب طوری این اتمسفر این رو خورد کرده و داغون کرده که میگن میتونه به اندازه یه توپ در بیارتش، اینقدر این فشار محکم بوده.
درسته که بخش های از این دوم این زیر دریایی حالا اگر اسمش رو بخوایم بذاریم رو پیدا کردن. خب چون تو مثلا اون خورد نشده بقیه لهش. خب برای که اون جدا میتونسته بشه. اون جدا شده. ممکنه زودتر چیز شده. وقتی این جمع شده وقتی نگاه میکنیم وقتی این جمع میشه از دو طرف فشار اینو جمعش میکنه. ببین جایی اینا رفتن که موجودات آبزی زنده بسیار محدود میشن دیگه اونجا دیگه هر حیوانی نمیتونه زیر آب باشه در اون قسمت هر حیوان دریایی نمیتونه اون زیر آب باشه در اون قسمت کار اشتباهی خب دیگه این پسر 19 ساله بودش که این خیلی علاقه داشت به این روبیکا دیدی که این روبیکا رو که این علاقه به این روبیک کیوبا داشت که این مکعبای روبیک رو باهاشون بازی می‌کردن. ما فارسی چی میگیم؟ نمی‌دونم. من فکر مکعب روبیک دیگه. اینا اسمش روبیکه فکر کنم. ولی آره به این روبیک ها علاقه بند بودش. اون موقعی که شما بودی اصلا همچین چیزی وجود نداشت. چرا بابا بود تو ایران اینا رو درست می‌کردن؟ آها بود بون شما زمان شما بود. بله کردن. نه زمان ما من اینجا باهاش آشنا شدم. نه ایران بود اینا رو درست می‌کردن. ولی اسمش یادم نیست چی می‌گفتن. حالا این روبیک ها رو پسر تو 19 ثانیه این رو انجام میداد و میخواست و نمیخواست هم بره به خاطر روز پدر که پدرش رو خوشحال کنه با اینکه نمیخواست بره پدری که اصرار بهش کنه میگه باشه بیام و بعد میگه حالا که دارم میام من بخوام این روبیکمو با خودم بیارم یه دوربینم بیارم که از من فیلم بگیری که من زیر آب اینو تو اون فاصله درست بکنم که قرار داده مثلا بگم رکورد 12,000 فیت زیر آب من روبیک رو مثلا بهش رسیدم و اسپرم تو گینس ورلد آف رکوردز داره خیبونی همش 19 سالش 19 سالش بود و بعد یه ویدیو هم ازش هست که تو 19 سالگی اینو داره درست میکنه تو 19 ثانیه اینو درست میکنه ولی میخواسته بره زیر آب این کار انجام بده دیگه. به خالش هم گفته بوده نه دیگه قبل از اینکه به اونجا برسه این اتفاق اصلا صورت میگیره خیلی چیز بدیه آره فکر کن تو مثلا یک لحظه نشستی و بعد لحظه دیگه نیستی و لحظه هم نیست تا از ثانیه ببین یک صد البته اون صدام میلیسکن ممکنه اگه بیرون از اون آبم بود ممکنه ماشین بهش میزد میرم هر کسی براش ببین یک کسی بگهش که واقعا اگه عمر آدم به دنیا باشه اگه بری از بالای ساختمانم خودتو پرت کنی پایین بله میبونی گفتم نه اون آدم یا که تو ما خدا میگه من عقل بهت دادم که احمق نری از بالای ساختمون خودت پرت کنی پایین چرا دیگه کردی کسی افتاد آره نه اون اتفاق نمیفته بعدم این بعد اونای دیگه چی میگن میگن نه این بعد میمرده ازرائیل وقتش بوده بمیره این فکر کرده که نمیمیره رفته پریده ولی چون پریده پایین مرده به خاطر همین نه وقتش بوده اگه نمیمرد میگفتن آره وقتش نبوده خب نمرد خب میدونم یه نفر نمرده همه میمیرن خانم حالا دیگه قرار نبوده بمیره دیگه اونم اسمش اسپایدرمن بود که نمرد نه یه خانومی بود پرید نمرد بله گفتن ازرائیل اون موقع بیزی بوده پشتش بهش بوده نمیدیدن چیزهایی میگن علکی به علکی به خدا من نمیدونم یادمه چی میدونم با یه خانومی داشتم صحبت میکردم گفت یه کسی به من گفته که خیلی چشمت میخوان بزنن تو زندگیت بعد یهو پیرنشو اینجوری کرد گفت ببین من تای پیرنم به من گفتن یه دونه سنجاق قفلی بزن گفتم این با چیه گفت برای اینکه اینه بزنی دیگه کسی تو زندگی چشت نمیزن بس بگی گفت شما بزن گفتم نه من ما بچه که بودیم یه چیزی که گم میشد خدا بیامرزه یک ننه ای داشتیم که این خیلی زحمت منو کشید و در به من کمک کرد واقعا و خیلی برای منم عزیز بودین نازنین من تا یه چیزی گم میشد میرفت کنار چادرشو گره میزد من چیکار میکنی ننه مادرم گفت چیکار داری میکنی گفت این بخت شیطونو دارم میبندم الان پیدا میشه پسرکو میخواد اینو پیداش بکنه حالا من یه دوست دارم اسمش فریباز تا یه چیزی گم شه میگه سوت بزن پیدا میشه هر کسی یه عقیده ای داره دیگه بخت شیطون بخت دختر شیطون رو میبستش یادم اینا آها بعد شیطون واسه که دخترش مبادا شوهر بمونه اونو پیدا میکنه چند تا شوهر کرده بوده این دختره باز میکرده پیدا شد باز کنی بختش خیلی دختر زیاد داشته باز کنی بختش رو
وقت دختر شیطونه میبست. بالاخره هر کسی یه عقیده ای داره دیگه. مگه ما خودمون ایرونی ها نیستیم که هرچی باشه فوری اسفندو میگیریم دود میدیم میگیم این خوبه؟ من دوست دارم، من بوش رو دوست من دارم، من اصلا خود طرز تفکرش رو دوست دارم. نه اینا امولی نیست، نه اینا باورهای زندگی. آره، آره. اینا قشنگه، بعضی چیزا قشنگه. من آره. پام به یک پای کسی بخوره وسط مهمانی هم از انگوش میدم. آره این انگوشش رو فهمیدم. آره چی شد یارو؟ یه بار این کاری کردم آمریکایی گفت وات کن ها چه خبره چیکار داری میکنی این چیه؟ بهش توضیح دادم، گفتم ما وقتی پاها میخوره به پای هم دیگه، پشت پا میخوره اینا، ما این کار انجام میدیم. گفت همه شما؟ گفتم نه من این کار انجام میدم. این البته همچی چیز نکن، امریکایی هم خودشون خیلی این چیزها رو دارن، بسیار از این چیزها دارن. نمیدونم خودشون جغد میذارن بالای خونهشون، البته اینا میگن این خوشیومنه برعکس ما ایرانی. نه امریکایی ها بیار پیجلو، امریکایی ها اینو به عنوان قول دارن، بهش میگن پینکی پرامیس. بله، این قول دیگه که وقتی دو نفر به هم دیگه بخوان یه قولی بدن و بهش متعهد باشن، پینکی پرامیس میدن به هم دیگه. بله، قول بده. چون این انگشت در زبان اینجا بهش میگن پینکی، این پینکیه، الان انگشت پینکی محسوب میشه. بله یواش یواش آرتروز میگیره سنم آه خم نمیشه دیگه یارو میگه، خود دیگه انگشتم خم نمیشه. گفتم همینه دیگه، سنت که میره بالا انگشتت فقط خم نمیشه. دستام و همه ورزشا رو خواستم بگم که دوستان عزیز به خدا خیلی خوبه. این من چند روز پیش رفتم یک سنتری در راسکو و حالا اسمشو حالا مهم نیست، هر مهم نیست. آره دیدم چه سنتر زیباییه، بعد نگاه کردم رفتم دیدم اون تو این پدر مادرای نازنین که میرن اونجا، دیدم یه خانومی اونجا وایساده بعد داره به اینا ورزش میده. دیدم چقدر جالب همه اینا دارن ورزش میکنن، بعد براشون همطور وایسادم نگاه کردم دیدم براشون میوه میارن، بهشون میرسن، غذا میدن، براشون دبنا میارن، بازی میکنن، سرگرمی خوبیه. خیلی خوبه که همه برن این کلاس ها، سرشون گرم شه، برای روحیهشون خیلی خوبه. بعد با یکی از اینا صحبت میکردم، گفت من همسرم از دست دادم و خیلی افسردگی گرفته بودم، ولی از زمانی که اومدم اینجا اصلا روحیه‌ام عوض شده، خیلی خوبه، باعث شده شاد شدم، اصلا فکر میکنم که زندگی باید ادامه داشته باشه. اینا خیلی خوبه، سعی کنید پدر مادراتونو پوش کنین، یعنی فشارشون بدید، نه یعنی به چیز کنین که برن این مدارس. پوش کنین و بگیر که برن این مدارس های برای کسایی که سن بالا دارن. بله پوش کنید. الان درباره ورزش صحبت کردی، یک کمپانی به نام لس میلز یا لس میلز اینها یا لی میلز، حالا فرانسوی شمیم لی میلز، اینها اومدن یه برنامه ریزی پیاده کردن که شما یه پول رو پرداخت بکنی، شما رو میبرن تو نیوزیلند. Okay. میبرنتون به نیوزیلند، بعد اونجا در یک شهر یا یک محله اونجا در هوای آزاد بسیار زیبای نیوزیلند، خیلی زیبا و سرسبزه. بله. اونجا شما میرید اونجا هم ورزش میکنید، هم غذای سالم بهتون میدن، هم یه بخشی چند وقتی زندگی میکنید و بعدم براتون میگردن. برای چند وقت؟ بستگی داری که چه چیزی رو میخواین دیگه، چه پکیجی رو میخواین بردارید. به خدا خیلی خوبه. آره برین ارزان نیست اینا، ارزان نیستش، ولی خب دیگه بهتون مثلا غذاتون حساب شده است، اقامتون، بعد از صبح ورزش دارید، ورزش میکنید، بدنسازی داره، همه حرفا از صبح شروع میشه و ادامه داره و میره جلو. من میخوام ببینم مثلا میخواین پولو چیکار کنین، نگه دارین چی بشه، پولتون رو خرج کنین برای خودتون، لذت ببرین از زندگیتون، پاشید برید بچرخید آقا. آفره. هی فکر نکنین این گوشه بذارین چی میشه، برید، برید مسافرت، برید کنسرت، برید نمایش، برید با دوستاتون بیرون، برید شام تو رستوران بخورید، یه ذره روحیتون بذارید عوض بشه کاملا. یه رستوران جدیدی هم اومده توی کسی اگر رفتین ژاپن، توی یه رستورانی هست در شهری به نام آکاشی، آکاشی بله در ژاپن، این یه آکواریوم تو توالتش گذاشته،
دور تا دور توالت پشت سر اینا همش در که وا میکنی تو توالت میری تو آکواریوم ماهی ها دارن این برانور کار بس خودشون رفت آمد دارن شما هم نشستی من خیلی فکر کردم در باره نه نمیشه خیلی نه بعد فکر کنی الان ماهی ها دارن شما اینجوری نگاه آره. میکنن نه دیگه بالاخره نگاه میکنن دیگه نه بعد آره بعد خیلی فکر کردم که این چرا همچین فکری کرده مثلا این کار انجام داده البته خیلی قشنگه ریلکسینگ یا شما ریلکس میری ولی بعدش اینه که ریلکسی؟ چون در رستورانه شما میخوای زیاد بشینی اونجا هی ماهی ها رو نگاه کنی اون کسایی که میان عجله دارن میخوان تندی برن تو دستشوی و بیان بیرون اون خیلی بده نه ولی خیلی سخته این خوبه شما در منزلتون داشته باشید تو توالت منزل آره که تو خونه مثلا ریلکس برید دستشویی ماهی ها رو نگاه کنید خیلی مثلا بودم باز دوباره شیست نیست ماهی تو توالت بعد چرا باید باشه حالا باز مثلا بغل دوش تو دوش مثلا داری دوش نه 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 بخار میشه گرمشون میشه خفه میشه نه اونا که اون ورن تو این وری ولی خب بازم اونم نیست تو خود اتاق معمولیش هست نیازی نداره که شما از این کارا انجام بدید بله. خبر آخر رو بهتون بگم خبر آخر این هستش که هفته گذشته در رابطه با برنامه ویلا فورچون صحبت کردیم که ویلا فورچون با پتسی جک خدافزی کرد و چه کسی بهتر از این شخصی که انتخاب کردن برای ویلا فورچون رایان سیکرس رایان سیکرس میره و جای پتسی جک میشه دروغ میگی نه خیلی عالیه من دوستش ندارم انتخاب خوبیه انتخاب خوبیه خب این بود برنامه ما دوستان خدا عزیز خدا نگهدار بفرمایید تا برنامه بعدی بیلیت های کنسرت رو بگیرید بیلیت های تئاتر رو بگیرید